تصاویر و جزئیات دو کشتی توقیفی یونان توسط سپاه ایران دو کشتی یونانی را در پاسخ به اقدام آنها در توقیف و تخلیه نفتکش ایران در سواحل آتن در آبهای خلیج فارس توقیف کرد یکی از نفتکش های یونانی در نزدیکی آبهای بندر لنگه و در حوالی جزیره فارور و دیگری در محدوده آبهای اصلویه در غرب استان بوشهر توقیف شد هر دو کشتی تحت پرچم یونان حرکت می کردند که توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران توقیف شدند. یکی از ها محموله ای را در بسرگی عراق بارگیری کرده بود. بر اساس اطلاعات پایه شده از سایت های مرجع دریا نوردی مقصد نفتکش در نزدیکی کورینس بود. و محموله برای پالایشگاه روغن موتور واقع در آنجا فرستاده میشد این نفتکش به نام دلتا پوزیدون بخشی از ناوگان تانکرهای دلتا در یونان است دومی نفتکش یونانی توقیف شده یک کشتی پنج ساله یک کشتی ایرانی پرودنت وریور است که توسط نیروهای ایرانی و بر اثر برخی تخلفات انجام گرفته توقیف شده است هر دو کشتی توقیف شده ظرفیتی مجموعا حدود 300 هزار تن یعنی هر کدام حدود 150 هزار تن معادل یک میلیون هزار بشک نفت یا دیگر فراورده های نفتی را دارند که در صورت بارگیری کامل اکنون این مقدار از مسئول در اختیار ایران است. اولین واکنش یونان و آمریکا به توقیف دو نفتکش یونانی توسط ایران وزارت خارجه یونان امروز در بیانیه‌ای خواستار آزادی کشیهای توقیف شده این کشور از سوی ایران شد خبرگزاری اسپاتنیک هم اکنون اعلام کرد که وزارت امور خارجه یونان با تایید خبر توقیف دو کشتی تحت پرچم این کشور در خلیج فارس توسط ایران خواستار آزادی آنها شد. خبرگزاری فرانسه در این خصوص اعلام کرد یونان به توقیف دو نفتکش خود توسط ایران اعتراض کرد. وبگاه الجزیره نیز در این خصوص نوشت وزارت خارجه یونان گفته است که به دلیل توقیف دو نفتکش با پرچم یونان در خلیج فارس به ایران اعتراض کرده است. وزارت خارجه یونان گفته است که به دلیل توقیف دو نفتکش با پرچم یونان در خلیج فارس به ایران اعتراض کرده است. بیشتر نیروی دریایی آمریکا هم اعلام کرده بود که در حال بررسی گزارش‌های درباره توقیف دو نفتکش متعلق به یونان از سوی ایران است. یک جنرال سابق ناتو میگوید پوتین پنجره زمانی نه ماهه‌ای برای بردن جنگ دارد. سپهبد کنستانتیوس لوکاپولوس که در اکادمی های نظامی در کیف و مسکو جنگ افسار تانک را تدریس کرده است میگوید تانک ها و وسایل زره نیاز به یک مرحله اولیه تعلیمات شخصی شش ماهه و تمرین های گروهی برای راننده مسئول آتش گلوله گذار و فرمانده دارند او میگوید آنها نیاز به تمرین های تاکتیکی از جبرش شلیک کردن آزمایشی و تمرین هایی دارند که نمیتوان در چند هفته آنها را انجام داد این چرخه تمرین دست کم شش ماه طول می کشد و این در زمان جنگ هم تغییری نمی کند. او می پس از توهم پوتین برای بردن جنگ در 96 ساعت حال توهم طرف غربی شروع شده است. لوکاپولوس می آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان و جمهوری چک در میان کشورهایی هستند که قول فرستادن انواع گوناگون اسلحه و مهمات را دادند و این موضوع را پیشیده تر می کند. او میگوید برای مثال از 90 اراده توپ هایتزر 90 میلیمتری m 777 که از آمریکا به اوکراین فرستاده شده حدود 18 اراده عملیاتی شدند. معلوم نیست چه تعدادی از دوازده تا چهارده توب هایتزر خود کشش سزار که فرانسه فرستاده است در حال استفاده هستند. لوکوپولوس میگوید برای اوکراین جذب سله های ارسالی غرب و عملیاتی کردن آنها تشکیل واحد های مناسب و تمرین دادن آنها به 8 تا نه ماه وقت نیاز دارد. اوکراین نمی واحدهای واحد های فعال را از خط مقدم جبهه برای تعلیم نظامی عقب بکشد. به اعتقاد این جنرال بازنشسته در این چارچوب زمانی است که پوتین باید جنگ را در میدان ببرد و به مصالحه بر مبنای مذاکره برسد. او میگوید در شرایط فعلی تعادل نیروها روند عمومی به نفع روسیه است. در حال حاضر کاری برای تغییر این وضعیت نمیتوان انجام داد. لوکوپلوس معتقد است که این کار احتمالاً با تصرف قلمروی روسیه به وسیله اوکراین امکان پذیر است تا بتواند در مذاکرات آنها با قلمروهای تصرف شده خودش مبادله کند. اما به نظر او در حال حاضر اوکراین توانایی مقابله با پیشرفت های روسی در میدان جنگ را ندارد او میگوید چه دوست باشید و چه نه روسیه ابتکار عمل سیاسی و نظامی را در دست دارد غرب به آنچه پوتین انجام میدهد واکنش نشان میدهد ممنون که تا پایان با ما همراه بودید جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید وقتتون خوش و خدا نگهدار